رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در یک سفر یک روزه وارد روسیه شد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این ملاقات با هدف ترمیم روابط با مسکو که پس از سقوط هواپیمای روسی توسط ترکیه به سردی گراییده بود صورت می‌گیرد. ولادیمیر پوتین هم در سایه سردی روابط ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا برای احیای پروژه‌های اقتصادی با ترکیه و همینطور گسترش نفوذ خود در سوریه به دنبال بهبود روابط با ترکیه است. شهلا آراسته گزارش می‌دهد. دیدار یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از سن پترزبورگ نخستین سفر خارجی و پس از کودتای نافرجام ترکیه است که سرکوب سخت مخالفان اردوغان را به همراه داشت و تنش‌هایی در روابط آنکارا با متحدان غربی نیز به وجود آورد. آقای اردوغان پس از مذاکره با رئیس جمهوری روسیه گفت روابط دو کشور به مرحله مثبتی رسیده است. پاسخ رئیس جمهوری روسیه در واکنش چنین بود. دیدار امروز شما به رغم شرایط سیاسی در ترکیه نشانگر آن است که شما خواهان گفتمان برای احیای روابط و به خاطر مردم دو کشور هستید. ولادیمیر پوتین پس از آنکه رجب طیب اردوغان هفته پیش غرب و به ویژه آمریکا را متهم به حمایت از مخالفان خود کرد، این دیدار را فرصتی برای تقویت روابط تجاری با ترکیه از جمله خط لوله انتقال گاز طبیعی روسیه به ترکیه می شمارد. آقای اردوغان نیز می تواند از تقویت روابط با مسکو به سود تقویت موقعیت خود در ارتباط با انزوای روابطش با غرب استفاده کند. آیکان اردمیر عضو بنیاد دفاع از دموکراسی میگوید نخستین بار نیست که اردوغان کوشیده به روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خاتمه دهد. شکست کودتا برای اردوغان فرصتی برای نزدیک شدن به روسیه فراهم کرده و او میداند در سازمان همکاری شانگهای ترکیه ناچار نیست به استانداردهای بالای آزادی و دموکراسی پایبند بماند و همچنین میتواند اقتدار انفرادی خود را در زیر چتر این سازمان تقویت کند. ولی در زمره شکاف‌های میان ترکیه و روسیه مسئله سوریه خودنمایی میکند. در حالی که روسیه بزرگترین متحد رژیم بشار اسد بوده، ترکیه خواهان برکناری بشار اسد است و از ابتدا خود را در کنار ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه قرار داده که حضوری قوی در ترکیه دارد. سرحد گوونز، کارشناس سیاسی، معتقد است سفر اردوغان آغازگر یک صفحه نو در روابط دو کشور نخواهد بود. تصور نمی کنم روابط آنچنان تقویت شود، بلکه تا حدودی احیا می شود، ولی نه تا حد پیش از سقوط هواپیما توسط ترکیه. مقامات ترکیه گفتند روسیه پس از کودتای نافرجام ماه پیش در ابراز حمایت از دولت آنکارا کندی به خرج داد. ولی رجب طیب اردوغان در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس از بابت حمایت ولادیمیر پوتین پس از کودتا سپاسگزاری کرد. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.